جانم مادر جان، چه کمکی از من برمیاد؟ اومدم پسرم آزاد کنی ببرمش. پسر شما پرونده قطور داره، به این راحتی ها آزاد نمیشه. خب پروندهشو ببندیم ببرمش. آخه نمیشه که، پروندهش خیلی سنگینه مادر جان. چجوری این پرونده؟ منم هستم این برش، منم میگم اون برش، شما ببندینش ببرمش دیگه. شما اصلا میدونین چند نفر از پسر شما شکایت کردن؟ شکایت کردن که کردن، خاک به سرشون. همیشه شکایت میکردن بچگی، میمونن در خونه شکایت میکردن بچه. خب شما چی میگفتین به این کسی که شکایت میکردن؟ ما چیزی بهشون نمیگفتیم، اصلا باشون حرف نمیزدیم، فوششون میدادیم در میبسیم، یه موقعی هم آب جوش میریختیم روشون، با سنگ میزدیمشون. آخرش هم بابای بچه ها دوتا شاکی رو در زیر گرفت، آب از آسیاب افتاد. این طرز برخورد با آدم شاکیه مادر جان؟ من همین طرز برخوردشه، گفتن دیوونن به ما، دیگه دم در خونمونم نیومد. هم شما میدونستین پسرتون مواد مخدر استعمال میکرده؟ استعمال نمیکرد، میکشید. و شما هیچی بهش نمیگفتین؟ چرا، میگفتم برو زیر هود بکش که هوا رو آلوده نکنی. مادر جان پسر شما چند فقره دزدی داره. شوخی بچگیش بودن، بچگی شوخی میکرد، یواشکی وسایل مردم رو برمیداشت. این همه دزدی شوخی بوده؟ حالی که شوخی بوده، اگه میفهمیدن که میمدن وسایلشون میگرفتن، اگه هم نمیفهمیدن دندشون نرم کن، خواستن حواسشون باشه. بعد شما چه کار میکردین؟ میرشستم به شوخی پسرم میخندیدم. هم پسر شما چند مورد ضرب و جرح هم داره؟ بچه هم خورد، زد و خورد میکنن. خانم زده خورد نه، چند نفر رو زده لتو پار کرده تو این دعواها. خب چاقوه میبره. میبره؟ بله. شما به این چاقوه رسیدگی نمی کنین؟ میبره. خب بعد بریده زده چند نفر رو کشته، چند فقره قتل داره تو پروندهش. مرد دست خداست، پسر من وسیله است آقا. مادر جون بفهمید، من نمیتونم کاری انجام بدم. من جای مادرت، تو هم جای پسرم، من مادرم. خب خواهش میکنم به من بگین چی میشه؟ چی پاره جونم چی میشه؟ چش شما آروم باشین. اول از همه دادگاهش برگزار میشه. پخش تلویزیونی هم داره؟ فکر نکنم. عکسش تو روزنامه میندازن؟ احتمالا. اخ جون پسرم. بعد دیگه حکمش میاد، شاید چند سال بره زندان. زندانش، زندانش کجاست؟ اگه میشه بگیم بالای شهر بندازن زندان نویم، کلاس داره. چشم. دوست ندارم اینو بهتون بگم، ولی شاید خدایی نکرده، چون جرمش خیلی سنگینه. نمیدونم طاقتشو داری من بهتون بگم یا نه.